سلام خدمت همراهان همیشگی پارتکست با یه گزارش جدید دوباره امروز هم در خدمت شمایی خبر امروز ما راجع به تلاش های یه شرکت دانش بنیان کشور عزیزمون ایرانه که برای اولین بار توی کشور موفق به تولید ربات اسکلتی برای بیمارانی با ناتوانی جسمی شده که به دلیل مختلف این اتفاق براشون افتاده توی گزارش امروزمون درباره این کار مهم و کار این ربات حرف میزنید تا آخر این ویدیو با پادکست همراه باشید و اگه رو دوست داشتید لایکش رو فراموش نکنید. ربات اسکلت بیرونی برای اولین بار در قالب طرح ملی فناوری و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمک به بیماران فلج ناحیه پا طراحی و ساخته شده. تولید این ربات در از طرح بلقوه‌ایه که در حال بالفعل شدنه. این محصول در دسته رباتهایی قرار میگیره که توسط انسان پوشیده میشن و با همکاری انسان کار میکنن فناوری اسکلت های بیرونی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته و به روز رباتیک در دنیا شناخته میشه و تا حالا شرکت های معدودی تنها در کشورهای آمریکا و ژاپن موفق به تجاری سازی اونها شدند. سالانه هزاران نفر به خاطر سکته مغزی و به ویژه آسیب های نخایی دچار ناتوانی در حرکت میشن. ربات اسکلت بیرونی یکی از فناوری هاییه که در کنار فیزیوتراپی به افرادی که از معلولیت جسمی رنج میبرند کمک میکنه. افرادی که دچار فدج پایین تنه هستند به ویژه توانیابان زایعی نخایی و همچنین افراد دچار ضعف عضلانی و یا اختلال حرکتی در در ناحیه پایین تنه میتونن از این ربات استفاده کنند. برای استفاده از این ربات لازمه که کاربر توانایی کافی در حفظ تعادل به وسیله دستهاش رو داشته باشه. علاوه بر توانیابان آزمایشگاه های علوم اعصاب، کلینیک های توانبخشی و کاردرمانی و همچنین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی هم میتونن از این ربات استفاده کنن. استفاده از این ربات میتونه منجر به بهبود و تقویت عملکرد قلبی ریوی در افراد دچار زایعه نخایی بشه در افراد زایعه نخایی راه رفتن با اون میتونه منجر به بهبود دردهای نوروپاتیک و کاهش اسپاسم‌های عضلانی بشه همچنین راه رفتن با این تجهیزات در حفظ و افزایش توده عضلانی و تراکم استخوانی مفیده راه رفتن با ربات میتونه در افزایش اعتماد به نفس این افراد هم موثر باشه افرادی که از ربات های اسکلت بیرونی استفاده میکنن نشاط و انگیزه بیشتری رو در فرایند توانبخشی تجربه میکنن و از جهت ارتباط هم با افراد جامعه مشارکت اجتماعی بیشتری دارد. حالا که تا اینجا این گزارش پا به پای پادکست با ما همراه بودید، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید و اگه تا الان کانال پادکست رو سابسکرایب نکردید، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و با ما همراه بشید تا بیشتر با این دستاورد کشورمون آشنا بشیم مدیرعامل شرکت دانش بنیان پداسیس که طراح و تولید کننده این ربات گفته که ما به عنوان اولین و تنها تولید کننده ربات اسکلت بیرونی پایین تنه در خاور میانه محصول خودمون رو تجاری سازی کردیم این شرکت دانش بنیان از سال 1394 فعالیت خودش رو در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته رباتیک شروع کرده این شرکت به عنوان اولین و تنها تولید کننده ربات اسکلت بیرونی پایین تنه در خاورمیانه محصول خودش را تجاری سازی کرده در حال حاضر نسخه ششم ربات برای استفاده در محیط های شهری و کلینیکی به عنوان یک وسیله کمک حرکتی در اختیار افراد سراسر کشور قرار گرفته. تا حالا چند سرمایه گذار خارجی از کشورهای آلمان و سوئیس به ما پیشنهاد همکاری دادند که ما در حال بررسی این پیشنهادات هستیم و مذاکراتی هم با بازاریان عراقی داشتیم که هنوز منجر به صادرات نشده ایشون به حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولید این محصول هم اشاره کردند و گفتند که تا حالا چهار نمونه از این دستگاه رو به فروش رسوندن که دو محصول از اون رو معاونت علمی خریداری کرده و تحویل مراکز درمانی داده نمونه ی خارجی این محصول در خارج از کشور ما حدود 80 هزار دلاره چیزی در حدود یک میلیارد تومان در حالی که ما این محصول رو فقط 260 میلیون تومان قیمت گذاری کردیم فناوری های اخیر در علوم رباتیک امکانات زیادی برای توانبخشی معلولان ایجاد کرده دانشمندان و متخصصان در تلاشند با استفاده از این توانایی های بلقوه عمل کرده اسکلت های بیرونی رو بهبود ببخشند و این فناوری رو توسعه بدن. یکی از مهمترین دلایلی که افراد مبتلا به اختلال عمل کرده اندام تحتانی نمیتونند به طور مستقل فعالیت های اساسی زندگی روزمرهشون رو انجام بدن مسدود شدن مسیرهای عصبی دانش پزشکی نشون داده که ورزش مکرر مسیرهای عصبی بیمار رو دوباره فعال میکنه اسکلت های بیرونی توانبخشی بخشی ترکیبی از هوش مصنوعی و دستگاه فعال مکانیکی برای کمک به بیماران این فناوری موجب حرکت اندام تحتانی و تقویت نشاط عضلانی میشه که یه روش مستقیم و موثر برای جبران جایگزینی یا ترمیم اختلال عمل کرده بدنه گزارش پادکست همینجا به پای رسه. ممنون که تا اینجا یک کار با پادکست همراه بودید توی کامنت ها حتما نظراتتون رو راجع به این دستاورد شگفتاور از سرزمینمون بنویسید و اگه انتقاد یا پیشنهادی از پادکست دارید خوشحال میشیم توی کامنت ها بهش اشاره کنید امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال پادکست رو سابسکرایب کنید. زنگولی کنارشم یادتون نره.